اشک و درد، داستانای غم انگیز فوتبال که بازیکنای بزرگ و زمین زد. آخرین گل کریستیان آتسون، یه شوتر رو زد و گل شد. اسمش آشنا نیست واسم، اما زلزله ترکیه. این بنده خدا تو زلزله فوت کرد. خانوادهش یارون همه زحمت کشید فوتبالیست شد آخرش. رئیس باشگاه در لستر در جشن قهرمانی این تیم، سانه هوایی هلیکوپتر رئیس. یعنی اونی که داشت خوشحال میکرد، یعنی این فوت کردش تو هلیکوپتر. بابا سلطان هم که اینجاست، خدا بیامرزش. حالا بالاخره خوب و بد، خدا بیامرزش. آقای ویچی هم به خصوص اینکه پله چی شده؟ وضعیت بد سلام. واک پادشاه فوتبال فوت کرد، خدا بیامرزش. مارادونا افسانه ای فوت کرد، تو کرونا بود این اتفاق. کیا بود اینا؟ اینجا که اریکسن بنده خدا، حمله قلبی اریکسن در حین بازی. من دقیقا نفهمیدم چرا اینجا این اتفاق افتاد واسه اریکسن. این از قبل مشکل قلبی داشته یا نه؟ کسی میدونه بنویسه حتما. همه فکر کردن اون فوت کرده. نه بابا، اما اون برگشت خدا رو شکر. سون پای گومت رو شکست. وایسا بس دقیقا ندیدم چجوری زد این بدبختو. اینو من ندیده بودم، ولی تو اینترنت عکس مکسش رو زیاد دیده بودم، نفهمیده بودم چی شده. ادامه داره. سون میاد اینجا گل رو میزنه، اینجا معذرت خواهی میکنه رو یادم. معذرت خواهی اون از گومز. آفرین دست دارم آجی. من یه ویدیو تو اینستاگرام گذاشتم، یه ویدیو تو اینستاگرام گذاشتم بدترین صحنه های فوتبال. و ببین توی یوتیوب گذاشتم، گفت نمیتونی بذاری، انقدر بد بود صحنه. و برو اینستا اونو ببین، میفهمی چی میگم. گزارش بازی برای دوست نابینا. طرفدار لیورپول یارو، بعد این چاغلوه نابینا داره دوستش واسش. بس خوبیه. اینجا رو ندیده بودم من. اونو به دیدار ستارهای تیم محبوبش برد. آفرین. دوست صمیمی دفو، این بچه رو داره میگه دوست صمیمی اونه. چی شده خب؟ پسر فوت کرد یا اون مرده فوت کرد؟ و نه، پسر کوچولوه. بازمش کم آخر عمرش لاقل یه کمک کرد، یه حال اونو خوب کرد. امیلیانو سالو در صحنه هوایی جونش رو از دست داد. کی بود بنده خدا؟ من اصلا نمیشناسم. اما آرژانتینی بوده. و چی شده خب؟ هوادار معلوم تاتنهام مارچال جنسون، این بنده خدا معلوله و میادش تو استادیوم تشویقش میکنن. دمشون گرم واقعا این کارا رو میکنن. آقا چرا نصف نیمه داری ویدیو رو نشون میدی؟ حالا ببین چی شده یارو. وقتی مدافع بیشتر برای تیم استعمال میشه. اینجا رو دوین کیمپمبی بنده خدا توپ رو دفاع میکنه، ولی در حین مسئولیت بوده توپ رو گرفته. اینو میگن غیرت بازیکن. ما یه بازیکن داره تو ملاقات اسم شجاع خلیل‌زاده است. اینجوریه این بازیکن. باخت و هست برزیل جلوی کرواسی چی شده بود؟ بابا خودتون رو جمع کنین حالا. اینا دیگه مسخره است خدا وکیل. آقا کیر چرا تو اینا رو گذاشتی آقا ادیتور؟ من گفتم این سیو بذار اشکمون در بیاره. اینو داشتم من بیشتر خندم گرفت. کامبک تاتنهام با آژاکس قدرتمند و دوست داشتنی 2019. آخ من این بازی رو ندیدم، ولی خیلی شنیدم که آژاکس خیلی اون سال بهترین تیم آژاکس بوده، یعنی خیلی خوب اومده بوده بالا. به نظرم اگر اون سال آژاکس میبرد میرفت فینال، فینال قشنگتری رو میدیدیم. تاتنهام رفت فینال مگه؟ گل به یاد ماندنی مسی به رئال در دقیقه 90. چه گلی بود این گل، چه گلی بود. دقیقاً هم همین حرکت رو با جوردی آلبا انجام داد رفته توی اینتر میامی. و کامبک رویایی پی اس جی. چه بارسلونا به پی اس جی چیکار کرده بود اون سال؟ ببین نمیدونم من 7-1 اینا عقب بودن، چند یک عقب بودن، من چند گل میزنن، 6 تا گل بعد میزنن، نمیدونم. خیلی ولی خوب برگشتن. صحبتای پپ در مورد آگورو هم اون سال 23 به دلیل مشکل قلبی نتونست به فوتبال ادامه بده. ما گریه ای در صورت ایشون نمیبینیم. آقا رونالدو میگه رونالدو برای بلند شدن جلوی سرباتون در دقیقه آخر گل میزنه. بعد دقیقا هم گل قبول نمیشه، ولی توپ کامل از خط رد شده بود. اینجا رو من یادم باشن. و در بازی برگشت داشته مگی پرتغال در دقیقه پایانی گل میخوره. آنها رتبه اول گروه رو از دست میدن، باید در پلی‌آف برای سول به جام جهانی بازی کنن. نیمار خیلی بعد مصدوم میشه. اینجا رو دیده بودم، خیلی بد این مصدومیت. من خودم یه دونه چمچین چیز داشتم. هنوز که هنوزه مثلا راه میری یه مقدار اذیتت میکنه. وای عکسشو ندیدی؟ عکسشو گذاشته بود پاش، انقدرم کرده بود خدا شاده. آقای دخا چی شده؟ دخا آزمون آخر پنالتی رو در فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل ویارئال از دست داد. اوه باختن حاجی. آخ اینجا رو نگم بهتون، من اینو دیدم، متناشو کامل دیدم. اینجا دقیقاً جاییه که فکر کنم مقابل پورتو بازی کرده بودن.
زدن و باختن. اونجا سرجیو اولیویرا بود، کی بود گیرون کاش زمین زد از زیر پای همه رفت، تار میکرد قرمز گرفت توی اون بازی، اون بازیه فکر کنم. نیمار بعد از باخت در فینال لیگ قهرمانان 2023 2020 مقابل بایرن، خدایش خیلی زور داره بابا، دادم 1/16، 1/4، 1/8 به مازه زور بهش نمیاد، خیلی فینال زوره. رونالدو جوان بعد از باخت در فینال یورو 2004 مقابل یونان، مقابل یونان شما باختین فینال یورو 2016. آخ 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 آجی زانوشو دقیقاً همین مدلی تو مقابل الهلال زد و نمیتونه ادامه بده، این خیلی بد می صحنه. ولی ایندیایی که جامو برد بالا خیلی صحنه دراماتیک شد، خیلی دوست داشتم اون صحنه رو. اینو دقیقاً داستانش من نمیدونم چی، مسی در فینال کوپا امریکا 2016 پنالتیو از دست میده و فکر کنم همین واسه میشه که تیمشون ببازه، درسته؟ کوپا امریکای 2016 بعد شیلیه، نه شیلی میاد میدن. مسی عشق میریزه، گریه نکن نداشت. جام جهانی بردی، فینال کوپا امریکای 2020. آها اومدن بردن، عجب کسامت داستان سرای خوبی بوده کسی که این ویدیو رو درست کرده. نیمار بنده خدا همیشه داره میوازه، ولی هیچ چیزی به زیبایی بردن جام جهانی مسی نبود، خدا وکیلی قبول کن رونالدو فن هم مسی قبول کن مثلا من. نیمار با یک جست زیبا با یک هوادار آفرین آفرین، اینو هر دوست داشت، بسیار کار زیبایی بود. اما اگر که شما یک بندی نداشتی به اسم پول گرفتن از باشگاه به خاطر احترام به هوادارا، این بنده رو نداشتی خیلی قشنگتر هم میشد. آقای مارادونا، مسی و اینسینیه به مارادونا ادای احترام میکنن. اخ 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 جامه‌ها، بله خدا بسی لیونل مسی از بارسلونا. من هیچ وقت نفهمیدم علت اصلیش چی بوده، فقط می فکر کنم نمیدونم دقیقا مشکلش چی بود، یعنی میگفتن آقا نمیدونم باشگاه نمیدونم لیگ قبول نمیکنه، نمیدونم باشگاه قبول نمیکنه، اصلا یه چیزی بود که یعنی انگار دقیقا مسی و مقابل هوادار قرار داده بودن، یه همچین صحنه ای بود. تا دقیقا بگم که هیچ کاری درست نشد، من بلاک شدم مثل الان، این خیلی متفاوته برای من بعد از این همه سال، من آماده رفتن نبود. سابولو گلشو تقدیم کرد به مادرش، اینو داره میگه ای وای آجی این خیلی بد بود. احترام بازیکنان تو انته به بازیکن تیمشان که فوت کرده، لیگ هلند یا لیگ دقیقا یاد نمیدونم. آجی بابا اینا چیه اصلا، اصلا اینا چیه؟ من دارم فکر میکنم فوت مثلا ناصر حجازی، فوت هادی نوروزی، اینا واسه ما که ایرانی هستیم همون بدتره. احترام هواداران لیورپول به آدرانفیل به خاطر پسر فوت شده رونالدو. آخ 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 رونالدو پسرش چیز شده، به دنیا نیامده، از دنیا رفتش. باریکلا که اینقدر احترام میذاره، واقعا صد و صد فرنگ و شعور میخواد اینجوری احترام گذاشتن. استقبال هواداران برای بازنشستگی زلاتان ابراهیموویچ، وای این که اصلا خدای احساسه. تو فکر کن زلاتانی که اینقدر مغروره برای اولین بار اشک ریخت، همین کافیه واسه این ویدیو به نظرم، همین صحنه، این صحنه، این چهره. یه سال دیگه میموندی میارم سوال خاص. اوه 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 اینجا جون مراکش باختنه، این خاک تو اون سر مربی که رونالدو نیورد. همه گفتن آقای سرمربی شما کار اشتباهی کردی، حتی لوئیس فیگو گفت آقا کار اشتباهی کردی، رونالدو رو فیکس نذاشتی، اصلا کار اشتباهی کردی نیوردیش تو، اصلا نمیدونم یادم نیست آوردش تو یا نه، ولی گفتن همه کار اشتباهی کردی برای. البته امیدواریم در یورو که آقای رونالدو حضور پیدا میکنه ان شاء الله یورو رو بگیره دیگه، حالا خاصی بری حالا میشه نری به اون تا جام جهانی. آخرین گل دیماریا برای پی اس جی. آخ 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 ببین معیار دوست دارم اینا کشت و کشتار باشه اینا رو من. این اومده تو اوهاجی یه چیزی دستشه، آها جیمی جام کرده بوده مثلا که به رونالدینیو برسه، نرسیده بعد رونالدینیو به باریک شاعر فوتبال الگوی فوتبال هم است باریک. هاش که دیگه در آخر این حضور خانگی برای یووه، آقا این اصلا اشکش دم مشکشه خجالت بکش. آخر ملاقات مسی و رونالدو، ای خدا آخرین ملاقات مسی و رونالدو. آقای مسی خان الهلال اومده بودی، مسی رونالدو نیمار 4 بار در سال میدیدیم مقابل هم، همه اومدن این طرف شما رفتی اون طرف، از خرش در بردیدی. حالا نیمار و رونالدو و بنزما خدا قسمت بکنه میخوان میان تو ایران با سمان و نساجی و پرسپولیس بازی بکنن، تو هم میومدی خب دیگه چی میشد مثلا، همه به خاطر پول رفتن، خب تو هم به خاطر پول برو آقا، کسی مگه گیر میده به شما؟ برو آقا نوش جونت، هر کی هم گفت غلط کرد. ببین همه اصلا اینا به کنار، بیشتر این چیزی که من داره الان اذیت میکنه اینه که ما تو این جام جهانی که میاد دیگه مسی رو نداریم، رونالدو رو نداریم، زلاتان، کریم بنزما، این داره اذیت میکنه که آخرین روزای فوتبال رونالدو و مسی رو داریم میبینیم. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردین، ویدیو یه ویدیوی بیشتر دلی بود. دمتون گرم، خدا نگهدار.